در هفته که گذشت شاهد موج حمایت از حقوق ساکنان اشرف بودیم. نگاهی داریم به برخی از آنها. سخنگوی وزارت خارجه انگلستان با ابراز نگرانی از وضعیت خانواده‌ها و بستگان مجاهدان اشرف که در مقابل سفارت آمریکا در لندن دست به اعتصاب غذا زده‌اند گفت: مقامات سفارت انگلستان در عراق با مقامات عراقی، آمریکا و ملل متحد و دیگر همکاران بین‌المللی دیدار کردند تا وضعیت را مورد بحث قرار دهند. هزار سازمان، حزب، شخصیت پارلمانی، سیاسی، حقوقی و مذهبی از کشورهای عربی با امضای بیانیه‌ای جنایت علیه بشریت در اشرف را محکوم کردند. امضا کنندگان خواستار آزادی فوری 36 گروگان مجاهد و به عهده گرفتن حفاظت اشرف توسط نیروهای آمریکایی شدند. در عراق نیز 20 شیخ کل و 616 تن از شیوخ عشایر عراق، 158 شورای شیوخ و سازمان غیر دولتی، 57 تن از مقامات استانها، 140 حقوقدان، 122 پزشک، 79 استاد دانشگاه، 100 مهندس و 135 نویسنده عراقی، کمیته عراقی دفاع از اشرف متشکل از 104 شخصیت سیاسی، آکادمیک و عشایری، شیخ خلف العلیان رهبر شورای گفتگوی ملی عراق، تجمع حقوقدانان مستقل عراق که 12,000 حقوقدان و وکیل را نمایندگی می کند، حمله وحشیانه به اشرف را محکوم کردند و برای آزادی 36 گروگان مجاهد فراخوان دادند. علاوه بر این گروهی از نمایندگان مجلس فدرال آلمان، مقامات دولتی و شخصیت‌های حزبی و اجتماعی آلمان، کارلو کارلی، عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان استرالیا، خانم نریمان عروسان و دکتر محمد الحاج، نمایندگان پارلمان اردن، خواستار اقدام برای آزادی 36 مجاهد روبوده شده و استقرار یک هیئت ناظر ملل متحد در اشرف شدند. سناتور فینی، عضو سنای استرالیا، گوزه یاکوب رولف، رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی آلمان حمله به اشرف را محکوم کردند. دکتر نعیسه، رئیس سازمان حقوق بشر سوریه نیز در نامه‌ای به وزیر حقوق بشر عراق به اقدام فوری برای نجات جان 36 مجاهد روبوده شده فراخواند.